너는 언제 죽는다. 예언이라고. سریالی که اعلام شده این روزها رکورد سکویت گیم رو هم زده. توی این ویدیو بررسی خواهد شد سریال هلباوند. نمیدونم ترجمهش درستر جهنم در رأس، محدوده جهنمه یا چی. اگه شما میدونید بگید. فکر میکنم نتفلیکس باید حقه های تبلیغاتی جدیدتری خلق کنه و مخاطبهاش رو باهوشتر فرض کنه. سلام، من سلام منصوری هستم. توی این برنامه میریم سراغ سریالی که این روزها همه جا صحبتش هست، طرفداران خیلی زیادی پیدا کرده، محصول جدید نتفلیکس رکوردها رو زده، هلباوند. آدم ها بعد از دریافت اخطار جهنمی بودن و زمان مرگشون توسط یه فرشته ترسناک به وسیله موجودات مرموزی در ساعت و روز معین شده به شکل فجیعی کشته میشن. این وسط یه فرقه ای به اسم حقیقت نو با استناد به اینکه خواست خداست این اتفاقات روز به روز داره قدرتمندتر میشه و پیروان بیشتری پیدا میکنه. معمولا توصیه میشه که فیلم ها رو در بزرگترین نمایشگرها و با بالاترین کیفیت ببینیم، اما میدونم که بعضی ها مجبورن رو موبایل فیلم و سریال ببینن یا اصلا دوست دارن رو موبایل ببینن. به واسطه همراهی باحال سامسونگ در این برنامه، تجربه‌ام رو از تماشای فیلم با محصول جدید جذاب خوشگلشون زد فولد 3 باهاتون به اشتراک میذارم. از این جهت که پنل باز میشد تونستم توی ابعاد بزرگتری فیلم رو ببینم و خط وسط دو تا مانیتور هم اصلا در حین تماشا احساس نمیشد. کیفیت تصویر واقعا خوب بود، حتی وقتی زوم میکردم. صدا هم به واسطه هنسفری بادز سه بعدی و هیجان انگیز به گوشم رسید. خدافظ زد فولد. بریم سراغ هلباوند. تا به حال یک فصل 6 قسمتی از این سریال بیرون اومده و مبنای صحبت من هم همین 6 قسمته. سریال در ایران هم طرفداران خودش رو پیدا کرده. یه سر به یوتیوبر زدم، دیدم که خیلی ها دوستش داشتن، خیلی ها. ولی انتهای این برنامه توییت برتر توییتر در مورد توییتر فارسی رو در مورد هلباوند براتون میخونم. کارگردان این سریال یون سانگ هو، کارگردان فیلم مطرح، موفق و البته جذاب قطاری به بوسانه. ببینیم این سریال در حد و اندازه های قطاری به بوسان هست یا نه. جلوه های ویژه. سریال از نقطه نظر جلوه های ویژه حسابی میلنگه. مجریان عدالت، همون موجوداتی که جان آدم های گناهکار رو میگیرن، قابل باور یا ترسناک نیستن، هیچ، خنده دارن. بیشتر شبیه کینگ کونگن تا موجودات فرازمینی یا فرستادگان جهنم. به قول یکی از بچه ها شبیه کیچرکن. طراحی و اجرای فرشته خبررسان هم هیچ حسی در من ایجاد نکرد جز حماقت. ضعف در جلوه های ویژه به همینجا ختم میشه و حتی سریال در اجرای یک بارش برف که برای سینمای متمول نتفلیکس هیچه هم ساده انگارانه عمل میکنه. شخصیت پردازی. کوجی라고 하더라고. 자, 지옥에 가게 됐어. شخصیت ها نه کاریزما دارن، نه حس همزادپنداری در ما ایجاد میکنن. از جایی به بعد اون که کلا رها میشن و هیچ و تمام. یک شخصیت قابل اعتنا در تمام این 6 قسمتی که از سریال بیرون آمده من پیدا نکردم. اگه جنجالو نتاناندامیون. به هر حال ایده روی کاغذ کنجکاوی برانگیزه و سریال یک جاهایی در ایجاد تعلیق موفق عمل میکنه، اما نه به اون اندازه‌ای که بشه به واسطش بقیه عیوب رو نادیده گرفت. منطق روایی دغدغه سازندگان نیست، انگار میخواد حرف گنده بزنه ولی قد این حرفو نیست. نه به حد کافی سرگرم کننده است، نه میتونه عمیق باشه. شعار زده است و حرفاشو رو میزنه، خیلی رو. باور کنید یاد رسوایی دهنمکی افتادم. چند نفر از شما که دارین سنگم میزنین، اگه خدا سیدیاتون رو کنه الان جای من باید سنگتون زد. تو هی امو تو 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 باز اون حداقل تکلیفش روشن بود که داره برای کیا میسازه و چی میخواد بگه. این که دیگه ادعاش هم میشه. کنفوگانیمیون دوگا اینگانه چمیه گرگایو
سطحی که ادا عمیقا رو در میاره. دین رو میخواد بزنه یا کسایی که از دین دارن سوء استفاده میکنن رو فرقی نمیکنه. مخاطب خودش رو باهوش فرض نکرده. الان این رکورد اسکوئید گیم رو زده. برو عمو جان. برو. مقایسه کنید اثری که اسکوئید گیم روی بینندگان گذاشت. ورود المان‌های بازی مرکب به دنیای واقعی، اجرای مسابقات مشابه در دنیا و وایرال شدن نوع لباس‌ها، طراحی صحنه و بازی‌های اسکوئید گیم رو با تأثیری که هلباند گذاشته. هلباند امروز هست، چند سباه دیگه فراموش میشه آقا. بر فرض مثال همین چند روز پیش یه یوتیوبر خیلی معروف به اسم مستر بیست یه ویدئوی منتشر کرده که در اون واقعاً بازی های اسکوئید گیم رو اجرا کرده، یه دی آدم رو آورده در این بازی ها، یه جایزه 456 هزار دلاری تعیین کرده برای برندگی این مسابقه و در عرض چهار روز الان گذشته از آپلود اون ویدئو 109 میلیون بار دیده شده این ویدئو در یوتیوب. ببینید چه اثری اسکوئید گیم گذاشته و چه اثری داره میذاره هلباند. کاش نتفلیکس کاری نمیکرد که به آمارش از این به بعد شک بکنیم. راتن تومیتوز چی میگه؟ 100%. یعنی تو یه دونه نقد منفی از این سریال نگرفتی یا نخواستی بگیری؟ راتن تومیتوز هم اعتبارش رو داره کم کم از دست میده. نتفلیکس انگار رفته به کره‌ای ها گفته ببین تو رگ خواب مخاطب رو پیدا کردی، تو بساز، من پروموت میکنم. نمیشه با تزریق خشونت کره‌ای، سینمای کره‌ای و ادای معنادار بودن در آوردن چیز تاثیرگذاری ساخت. هوش کافی نیست، تلاش و هنر ذاتی نیازه پشت یک اثری قرار بگیره. بین مثبت ترین ویژگی یا المان سریال و منفی ترین ویژگی یا المان سریال رو بگیم. مثبت ترین ویژگی یا دارایی هلباند به نظر من همین احمق روانی دیوونه است که واقعا در اومده و من هستمش، یعنی انگار میشناسمش، میپذیرمش. یه آدمی که اهل تولید محتوا است اما دیوانه است. ببین این خودشه. تندروه، احمق و کلی طرفدار پیدا کرده، دنبالش میکنن، به حرفش گوش میدن. و منفی ترین المان تعلق میگیره به افتتاحیه قسمت چهارم سریال که رسما کمدیه. یارو خودکشی کرده، کینگ کونگا برش گردوندن، کشتنش دوباره. قیافه رو دیدین وقتی برگشت؟ خدا به قول این دیوونه. وی آی پی ها هم که تو بازی مرکب جواب گرفتید بیاین بریزین تو این سریال، اصلا معنا پیدا میکنه، عمق پیدا میکنه. یک کلام ختم کلام، محصول جدید نتفلیکسی شوخی بیمزه است که بیش از حد جدی گرفته شده. و جالب ترین توییت تعلق میگیره به فوتروس خوبان. میگه برای مایی که سیاحت غرب رو دیدیم سریال هلباند کمدی ترین فیلم تاریخ محسوب میشه. راست میگه. برکرده. مرسی که این ویدیو رو دیدید. من احسان منصوری هستم، امیدوارم براتون مفید بوده باشه. نظرتون رو حتما لطفا در مورد هلباند بنویسید، اجازه بدید که بحث و گفتگو اتفاق بیفته و هر کسی میتونه نظرشو داشته باشه. میدونم که خیلی هاتون این سریال رو دوست داشتید، اما این نظر منه در مورد سریال هلباند. موافقید یا مخالف بگید. مخلصم. مراقب کینگ کونگا باشید. خدافظ. کانال رو سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن تا محتوای جدید در مورد سینما گذاشتم زود بیای ویدئو رو ببینی. همراه این خانواده که اینقدر زود بزرگ شد بشو. مخلصم.